عبدالمعروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان که در مراسم گرامی داشت از نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور سخن می گفت، از دولت به خاطر بی‌توجهی در زمینه تطبیق قانون اساسی به ویژه مواد مربوط به حقوق کارگران انتقاد کرد و افزود بر مبنای قانون اساسی کشور کار حق همه شهروندان کشور است، اما دولت در زمینه ایجاد زمینه کار برای شهروندان توجهی چندان نکرده است. اما در ارتباط به زندگی کارگر و حقوق آن بسنده نبودن که هنوز هم با مشکلات زیادی مواجه می باشیم. روی همین ملحوظ از مسئولین محترم تطبیق کننده قانون می خواهیم تا به هر نحوی که لازم می دانند جهت تحقق اهداف والای این وثیقه ملی و قوانینی که مرتبط به این می باشد تلاش های جدی داشته باشد. قادری همچنان افزود، در حال حاضر بیکاری از مشکلات اساسی در کشور است که احتمالاً با خروج نیروهای آمریکایی از کشور این مشکل دو برابر خواهد شد. با گفته او، تربیه کارگران فنی، جلوگیری از ورود کارگران خارجی، ایجاد کارخانه‌های تولیدی و استفاده درست از آب‌های کشور از راهکارهایی است که می‌تواند در فراهم کردن زمینه‌های کار در کشور نقش مهم داشته باشد. اولاً ما باید زمینه‌ها را مراکز فنی و حرفه‌ای را گسترش بدهند سراسر افغانستان تا که ما کارگرهای فنی را تربیت بکنیم و جایگزین شوند در تمام عرصه‌ها که نیازی به کارگرهای خارجی نداشته باشیم. دو، جلو کارگرهای ورود کارگرهای خارجی از افغانستان گرفته شوند که به شکل غیر قانونی بدون مجوز کار میان کار از کارگرای افغان می‌گیرند. سه، باید ذخایر زیرزمینی ما به استخراج بره تا زمینه کار برشون. چهار، باید آبهایی که ما داریم، این آبها، بندها و انهار ساخته شود. 10 سال گذشت، ما دیگه بیشتر انتظار نباید بکشیم. بر مبنای آمار اتحادیه کارگران افغانستان، در حال حاضر 12 میلیون نفر واجد شرایط کار در کشور با بیکاری آشکار و پنهان دست و پنجه نرم میکنند.